خب یکی نه آقای کامی یک بار خندیدم. سلام و درود خدمت بچه های یوتیوب 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 و یوتیوب یوتیوب عزیز، همراه با میهمان عزیزمون آقای سام بعد از مدت ها به یوتیوب برگشتیم. کامبک ایز کامی. اون ویدیوهایی که دیدید همه از ذخیره و آرشیو و اینا بود. بله. این خود واقعی منم. این خود واقعی منم. آقای سامی عزیز هم از دوستان خلاق و عزیز هستن که داخل دیسکریپشن تگ شد. برمندم میکنید بخواه. آقا این حرفه چیه شانه. خب امروز برنامه اینه که ما تحلیل اکسپلور رو انجام بدیم. اکسپلور اینستاگرام رو. خیلی جدی. الان من از صفحه گوشیم یه دونه سکرین رکورد بگیرم. بله. و با یک پیجی که خیلی شخصی هست. خیلی پیج شخصی هست. اکسپلور رو بگردیم. شخم بزنیم. ببینیم چه خبره. آماده اید؟ سکرین رکورد رو همزمان هم چیکار قرار کنیم؟ تحلیل کنیم و سعی کنیم که نخندیم. آره. جریمه. از ادیتور عزیزم خواهش دارم که تو بحث سانسور بسیار دقیق عمل کنه. حتی اونایی هم که میگه کی از پشت لباس تو میبنده. اصلا همه رو آره. اینا رو. خب ما استین رکورد رو بگیریم و شروع کنیم که برای شما دوستان عزیزم این صفحه بره. نمایش داده بشه. بره. دوست خوبی براتون باشه. خب قاعدتا نباید آزاری ببینم چون یک پسرم، ولی متاسفانه اگه دایرکت منو ببینی سامی جان شهرستانم میبینم دیگه. تو که بچه خوشگلی و زجر کشیدم. تو خودت زجر کشیده یا آره؟ باز الان خیلی بهتر شده. قدیما تو نمیدونی چه وضعی بود. جا بیفته و ما پسرها بتونیم آزادانه امنیتی داشته باشیم، آزادانه زندگی بکنیم. ببین قدیما خیلی وضع خراب بود. تو ببین موام تو اینجا میومد انگار عکسشو نداری بذار ببینم. جرأت نداشتم برم آرایشگاه. خودت میدونی به چه دلیل. بله صندلی اینجوری بود دیگه. بچه‌ای که الان هستن یه ذره همسن من اینا درک میکنن که من چی میگم. درست. یعنی آرایشگرا قشنگ پرده رو خوشحالم که درکت نمیکنن. آره آرشیز. از میان این همه خوبا چرا؟ یاد یکی از دوستام افتادم. محتوا، این محتوا بود داداش. مامانت وقتی میونه پشت فامیلای بابا آدم با استعدادی بودی. میخواستم به کمک تو دشمنان رو نابود کنم تو به اونا پیوستی. آدم با استعداد دیگه. با پیانو گل گلدون نزن چون خیلی خزه. به جاش بیا بهت اینترستلار یاد بده. برای دسته راست که پارت اصلیش اینه. هنوز تو زبط ماشینم هایده میخونم یه چیز دارم. ویدیو رو بفرست واسه اون دوستت که همین روزا تولدشه. تولدته؟ خوبه. من معذرت خواهی میکنم. خیلی خوب بود که اون چیزی که فکر میکردم نشد. باز خدا شکر از بیخ گوشمون رد شد به نظرم. چون محتوا شانسیه. محتوا شانسیه. ما اصلا نمیدونیم چی میخوان بگن و اینکه یه چیزی نمیدونیم چی میخوان بگن که خوبه. نمیخوایم چی میخوایم ببینیم. این خیلی خر بود. بریم. دیدن این ویدیو یه قلب زرد واسه نفرستاد، یعنی ویدیوهایی که واسهش میفرستی اصلا نمیبینی. پس واسهش بفرست ببین چی میشه. اگه دوستت بعد از دیدن این ویدیو الان داره با فیکس میشه.
وقتی مسئول آزمایشگاه یا صبح میای سر کار میبینی ملت برات توی خب یکی نه آقای کامی یک بار خندیدم و بابا تو خیلی داداش خندیدی دیگه قرار بود دیدم شل گرفتی گفتم از بخندی یکی چا این میم رضا پیشرو خیلی خوب وایرال شد شاه رپ فارسی بر خودش احسن از این لایو قشنگ میشه 200 تا میم داره بابا ببین محتوای اکسپلور رو این میم به خودش گرفته احساس کنم خیلی اونقدر میگه به ننه اون چیز زحمت میکشیم بس واسه رفیق تو این خبر رو بهش یادآوری کن خیلی جای خوبی دستم ببین خب تو نگه ندار آره ادیتور خودش قطع میکنه بذار حداقل ما بخندیم نه من نمیذارم داداش خب کار ادیتور رو داری راحت میکنی من نمیذارم یه چیزی میگم بین خودمون بمونه من میذاره من قبلا خیلی از رفتن آدمو ترک و سه تا راه ساده وجود ببین مثلا پستی که مربوط به کتابه چقدر کم دیو خورده من راهی رو دوزه خیلی موفقیت. آدم باعث امیدوارم که متوجه نشده باشن چی شد سانسور میشه دیگه خیلی راه هر این بابت چقدر عوض شدی دیگه مثل قبل چی میگن اینستاگرام رفت فیلتر شد واسه رفت فیلتر شده؟ نه ولی واسه یکی دوتا از دوستام شده من ببین واسه خودم نشده ولی واسه رفیقم دادم نشده اونم نشده حالا من یکی از دوستام خونهشون مشهده میشنوی صدای قهر خوشن یعنی کمک الان جهانی کمک باتی میام تو اکسپلو نه رو پگو وقتی داره رفقه صبح شد شب شد اینو بفرست برای اون رفیقی که میگه من به دخترها اهمیت نمیدم یه ماشین بیشه خواهد خدای خداوند ما رو هیچ وقت محتاج اینا نکنند چون اینا آدم هایی نیستن که به کسایی کمک بکنن متاسفم خیلی متاسفم براتون و هرچی تا الان رضا دیدم صد تموم حجی احساس ما هم این فوش میده ولی ببینیم خب ادیتور در رفاقت در زناشویی در پدر بودن من تو رضا ها تا حالا مشکل ندیدم دمشون گرم همه چی عالی یعنی بر حسب توانش هر کاری که دستش بر بیاد انجام میده و متاسفانه نارو میخورن متاسفانه رضا نارو میخورن از رفیق رفیقی که فکر کن 100 براش گذاشتی ولی من یه رضا دیدم که هر چی تا آدم بدی بوده آدم بدی هم نبوده نتونسته کاری که باید اونم رضا گلزار بود وقتی با رضا کات میکنی چرا رضا بیاد توی با رضا خندیدی دیگه خندات حساب نمی کنی داداش تو چی؟ خب بقید دو تا خب تو دو شدی دو من شدم یک برو دعیو من نکنه چهارم تو هم یک برو یک دو یک دیگه قبلیه رو یعنی حساب نیست
قبل از این یه دونه خندیدیم اوشو تو گرفتم. چرا اونم گفت یه دو یک باش یارو. سارا سارا اگه فندک دوزی رشته ورزشی بود تو بود همیشه اول بودی همیشه. من مرد تنها. این ویدیو رو بفرست واسه دوستت و این خبر مهم رو بهش بده. من پدر تو هستم. این ویدیو دو دو احسان اصلا تنبیهی تعیین کردیم دیر نکردیم دیگه. چرا تعیین نکردیم داداش؟ واقعا چرا؟ میخوایی توی آخر ویدیو اونی که باخت واسه اون یکی آقا ببین الان ویدیو که داره تموم میشه اصلا. خب از الان از هر کی خندید ویدیو تموم خنده میشه. خنده طلایی دیگه. آره خنده طلایی و هر کی خندید باید پاهاشو دور گردنش حلقه کنه از الان. بعد از الان فیلم از کدوم قسمت قرار گرفته بشه؟ یعنی از همه قسمت ها به صورت سه بعدی 360 داره. بعدش میشه یه کادر به خصوص از گردن به بالا. نه حالا بهت میگم. آه دست میگم دست اصلا مدنی اصلا خراب میشه. تلاش کردم که بمونی لامصب ولی دلت با من نبود. خب چی کار کنم؟ خودش به صورت میدانی زیاد کرده. ادیت وقتی بلد نبوده یه گفته یه کارش میکنه. تلاش کردم که بمونی لامصب ولی دلت با من نبود. خب چی کار کنم؟ دختر داره 12 سالشه استوری گذاشته با غم انگیز در این حالت تهران چه کنم؟ کاری ندارم با سرگزانه خونه شون اصلا تهران نیست. برای شکستن فکر کنی این آهنگ رو فقط واسه یه نفر میتونی بفرستی. اون یه نفرت کیه؟ سلام نگرانی زنان درباره مردان 20 سالگی نکنه با اشغال هزینه داره پنکره گذاشتم رو دور تند. آی اشغال هزینه داره پنکره گذاشتم رو دور تند. کسانی که از دخانی اینم دختر ما. شما البته دختر منو نمیشنیزی. دخترم آفتاب محتاب ندیده است. حتی یه دونه اکان تو شبکه های اجتماعی هم نداره. تا حالا ساعت 9 شب به بعد رو ندیده. حالا غیر از یکی دو شب که با دوستاش میرفت درس بخونه. شب جمعه هم که 8-10 شب کلاس منجوق دوزی داره. چته پسر چرا انقدر سخت میگیری؟ به مشکلاتت بخند. مشکلاتت زیاده؟ مشکلاتت خیلی زیاده؟ بیشتر بخند. بخند بیشتر 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 بخند. هرچی آدم دیدم نوید دو در باز قالتاق. یعنی یه همون نبود که رضا تعریف کرد؟ چرا؟ چه مشکلی با نوید داشتی؟ هر زمانی میکنم سیس آدم های خوبه با حاله نمیدونم لوتی با معرفت میگیرم ولی گوه قالتاق. الو عشقا من تبل زدن تو نمیتونم ببینم. جلوم کلی آدم وایساده. الان ردیف پش میکنم. میدونی چه زمانی خیر و برکت از زندگیت میره؟ زمانی که یه مصطفی تو زندگیت نداشته باشی. رو حرف منم حرف نزن. او چرا همش اسما رو میاره؟ مصطفی مصطفی رو نکنی جان. تو دلت پاکه واسم دعا کن. یعنی اگه بفهمم اون مادرش رو دارم بازم به هم میگی دلت پاکه یا نه؟
بازم به هم میگه داداش یا به هم میگه بابا؟ آجی ویدیو رو همینجا تمام میکنیم و شات بعدی پای که حلقه شده. بابام داره زنگ میزنه. الان میام. وایسا بابا پات داداش کار. آقا وایسا. ببینم مجازات. اصلا نمیره. این چه مجازاتی بود؟ اوکیه؟ اوکی. خداحافظ تا برنامه بعدی.